جعفر عظیم‌زاده در حمایت از اسماعیل عبدی و همه زندانیان شریف و آزادی خواه. دور نیست روزهایی که همه انسانهای شریف را بر روی دوشهایمان از زندانها آزاد خواهیم کرد. قبل از آخرین روزهای تحویل سال نو هر کاری کردم دستم برای نوشتن به یاد یاران در بندم یاریم نکرد. اسماعیل عزیز این معلم برجسته و اسطوره ایستادگی را بار دیگر به بند کشیدند. بهنام ابراهیم زاده مظهر مقاومت ما کارگران در برابر ستم را نزدیک به 7 سال است به بند کشیدند و آرش صادقی، امیر امیرقلی، سعید شیرزاد، مهدی شاندیز، علی معزی، علی شریعتی، نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و ده ها انسان عزیز و شریف دیگر در لحظاتی که همه مردم ایران در سراسر کشور به دیدار هم می شتابند و چند روزی را فراغ از همه دردها و رنجهایی که دارند می گذرانند به زنجیر کشیدند و آنان دور از عزیزانشان در باشکوه ترین روزهای سال در کنج زندانهای کشور به سر می برند. یاد این انسانهای بزرگ، گرامیترین، عزیزترین و در عین حال دردناکترین لحظه های من در عید نوروز است. دهه هاست اقلیتی ناچیز در این مملکت منافع چپاولگرانه خود را امنیت کشور نامیده و شریفترین انسانها را به این بهانه مسخره و پوچ و واهی به بند کشیدند. این غیر قابل تحمل ترین چیزیست که میتوان تصورش را کرد. مشتی دزد و غارتگر با سیطره بر سرنوشت مردم یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر کارگران را تا واپسین روزهای سال نمی پردازن. می گوین کلیه فروشی انسانها برای سیر کردن شکم ایرادی ندارد. فقر و گرسنگی، گورخوابی و کارتونخوابی، تکدیگری کودکان و بزرگسالان و تنفروشی زنان در خیابانها بیداد میکنند. حداقل مزد و زندگی و معیشت نزدیک به 50 میلیون نفر از جمعیت یک جامعه 80 میلیونی را آنطور که منافع چپاولگرانهشان اختزا میکند تعیین میکنند و آن وقت انسانهای شریف و مسئولی همچون اسماعیل عبدیها باید در گرامیترین روزهای سال در کنج زندانها باشند. آیا این وضعیت قابل تحمل است؟ آیا می شود بی سابقه ترین شکل از فقر و فلاکت را به مردمان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تحمیل کرد و آن وقت زبانشان را نیز برای حرف زدن و انتقاد از کام کشید؟ اگر چنین وضعیتی در طول تاریخ بشر ضامن بقای سیستمی بوده است، اینجا نیز در ایران چنین خواهد شد. اما تاریخ درس دیگری به همه ما انسان‌ها آموخته است. نمی شود و هیچ کس و هیچ خدایی نیز نمی تواند هم فقر و فلاکتی بی پایان را بر مردمان یک کشور ثروتمند تحمیل کند و هم زبانشان را ببرد و آنان را در کنج زندانها به بند کشد. دور نیست روزهایی که ما کارگران و معلمان و عموم مردم شریف ایران، اسماعیل عبدیها، بهنام ابراهیم زاده ها و جوانان برومندی همچون امیر امیرقلی، آرش صادقی و وکلای متعهدی همچون عبدالفتاح سلطانی و زنان برابری طلبی همچون نرگس محمدی را بر روی دوشهایمان از زندان خارج کنیم. جعفر عظیم زاده، 30 اسفند 1395.
بیده مشکان بیدی چقدر جوان کاکوله کاکوله سرخی گلال تیجول مانه کاکوله بوشو تیمار بگو یرتی خواستگار کاکوله مره بعده و دویم سن بخار کاکوله کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز من تی انتظارم کاکوله میچوم من عشق بر هم میدید بیقرار ده حالی نارم کاکوله کی دوری بکشت مرده بیام من تی انتظارم کاکوله کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز هر وقتی یاد برم کی قول و قرار کاکوله الو چه دارن جیر و سل بهار کاکوله سر خرمن بگفتی من تی خاطر خایم کاکوله گلش گولا من جور من تی وسینایم کاکوله کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز مشکان بیدین چقدر جوان کاکوله کاکوله سرخی گلال تیجول مانه کاکوله بوشو تیمار بگو یرتی خواستگار کاکوله مره بعده و دویم سل بهار کاکوله کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز انتظارم کاکوله میچو من عشق بر هم میدین بیقرار ده حالی نارم کاکوله کی دوری بکشت مرده بیام انتی انتظارم کاکوله کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز کاکوله نکوناز مره بخناواز انتر زنم ساز تا ببینیدم ساز با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری و امید که هر کجا که هستید شاد و موفق و پیروز باشید. همچنان که
بینندگان عزیز مطلع هستند، در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته بالاخره حداقل دستمزد تعیین شد روی مبلغ 930 هزار تومان برای سال آینده. البته همچنان که میدانید آخر هر سال وقتی که بودجه رو به مجلس ببرن معمولا حداقل دستمزد هم تعیین میشه. این حداقل دستمزد هم معمولا توسط هیئتی تعیین میشه که سه گروه عضو این هیئت هستن: یک، دولت که بزرگترین کارفرمای کشوری، دو، کارفرمایان هستن، سه، نمایندگان کارگران. البته همینجا بلافاصله باید اعلام کنیم که اینا نماینده کارگران نیستن بلکه عوامل رژیم هستن، که حتی این بار هم اعلام شده بود که از طرف خود این نمایندگان به اصطلاح کارگری که بیشتر عوامل رژیم هستن اعلام شده بود که حداقل دستمزد روز 2 میلیون خواهد بود، به این دلیل که با در نظر گرفتن هزینه های بالای زندگی، ولی دولت جلسه رو متوقف کرد و به عقب انداخت و بعد از یک هفته روی 930 هزار تومان به توافق رسیدن. خب ما امشب گفتگو داریم با رفیق حسن احسان در مورد اهمیت مبارزه در مورد حداقل دستمزد و مشکلات و موانع آن. با سلام به شما رفیق حسن احسان. سلام بر شما و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. از کنم دور شما یکی یکی اگر موافقی شروع کنیم که چون همه رو ردیف بکنیم یه ذره اول این رو اهمیت مبارزه حد در مورد دست بود. خواستم همین عرض بکنم که بدیهی ترین شکل ممکن است، البته در ظاهر این حرف که تعیین حداقل دست بود اهمیت داره، شاید اینو در نگاه اول همه بگن که این چه تأکیدی هست، اون بدیهیه. نه، این بدیهی نیست، برای اینکه بر سر تعیین حداقل دستمزد در تقدم تعیین حداقل دستمزد با تشکل مستقیم مستقل کارگری و تشکل یابی مستقل کارگران هم اختلاف نگاه وجود داره. بنابراین این یک حوزه است. دومین این هستش که اون داستان مرغ و تخمرغه که مرغ اول است یا تخمرغ، هیچ کدام این دو، یعنی مبارزه برای تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های مستقل سراسری کارگری به عنوان نیروی تعیین کننده در فشار به حکومت سرمایه‌دار و عواملش، یک بخشی است از حقیقت فعالیت کارگری و طبقه کارگر در مصاف با طبقه سرمایه‌دار. بخش دوم جنگ روزانه برای تعیین حداقل دستمزد. چرا این اهمیتش کمتر از تشکل یابی نیست؟ برای اینکه این روزمره با نان سفره کارگران میلیونی که با خانوارشون قریب 30 میلیون نفر از 80 میلیون رو تشکیل میدن. حالا من بخش آموزگاران پرستاران اینا رو مجزا نکردم که اگر بزنی یک اکثریت عظیمی از مردمان ایران رو تشکیل میدند. این مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد با زندگی کارگران ارتباط داره و به همین دلیل آن تیتریست، آن پرچمیست که قادر بیشترین نیروی کارگری رو حولش بسیج کنه، چون نیاز به آگاهی طبقاتی، اطلاعات، دانش تئوریک و اینا اصلا نداره. نون روزانه نداره ببره خونه برای نانش، او باید مبارزه بکنه. به این دلیل روشن که رفیق میشن در چند سال گذشته، به ویژه در 1095، در سال 95 بیشترین فعالیت کارگری در نسبت به کل جنبش های اجتماعی دیگر رو ما داشتیم، اساساً روی حقوق های موفقشون، رو مطالبات اجتماعیشون دقیقاً راجع به نان هست. اینو نقطه کلیدی است و دقیقاً از طریق همین نان طلبی و پر کردن حداقل هزینه، تأمین حداقل هزینه زندگی است که بستری است که نیروی کار، نیروی زحمت به سیاست کشیده میشه و از اینجا متوجه میشه که داستان فقط دعوای خودش با رئیس کارخونه یا رئیس این ساختمان بساز بفروش نیست، دعواش با کل حاکمیتی است که در خدمت این قضیه است، در کل خود نظام. بنابراین مبارزه از تعمیق مبارزه از طریق مبارزه برای سفره نان
و امکان درآمد برای زندگی کردن و نمردن و گرسنگی نکشیدن و تحصیل بچه‌ها رو تأمین کردن و داروی بچه‌ها رو تأمین کردن در میاد. از همین نظر اهمیت کلیدی و عینی و مادی و مستقیم با توده عظیم میلیونی کارگر داره. اگر فعال کارگری میخواد حرفهاش رو که همشون عظمت دارن و اهمیت دارن به میان طبقه کارگر ببره، یکی از اشکالی که فوری دیالوگ زنده میتونه ایجاد کنه با این روی عظیم حد دقل رسیم. متاسفانه اولا این مد شده فعالین طبقه کارگر یک جور طبیعت میکنن از ناخواسته ها، یه لاغل بخش بزرگی از فعالین کارگران طبیعت میکنن از سیاست ارتجاعی هیئت حاکمه. او برای تامین بودجه سالانش سال دو سه ماه اول شامورتی بازی را میندازه، سر صدا را میندازه، رو تعیین حداقل دستمزد یک هیاهویی را میفته، هم فعالین در داخل هم فعالین در خارج هم احزاب چپ کمونیست و همه نیروها از کارفرما تا کارگران بر سرش یه هیاهویی برای هیچ را میفته، سرانجام به قول معروف کوه مجزایی میشه، یه پول کوچک میگذرن برای این بنابه باید تعطیل میشه. اینو فقط من دارم نمیگم، تو داری نمیگی. تقریبا این درد رو بدون استثناء هم نیروی کار در ایران هم در اینجا در خارج از کشور که ما هستیم روی این درد که چرا مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد باید به سه ماهه آخر سال هر سال خلاصه بشه. این موضوع روزانه است. به ما چه که این رژیم غارتگر کارگر ستیز میخواد بودجهش تامین کنه و تامین اعتبار کنه دستمزد کارگر رو، او باید ببره. به ما ربطی نداره، به طبقه کارگر ربطی نداره. از همون آغاز هر روز این باید یک جنگ پایان ناپذیر باشه. و البته من جای هم نشستم ظاهرا و گفتن این قضیه شاید منصفانه به نظر نیاد که حسین هم داره. من که این ریشم را سفید کردم به کرات حسینه دادم، بسیاری از خود رفقای ما هم جانشون را دادن. بنابراین مبارزه با یک رژیم سرمایداری مستبد ایدئولوژیک مذهبی بدون حسینه دادن ناممکنه. برای اینکه کمتر حسینه بدیم راه بیشتر وجود نداره اونو که جنبش عظیم کارگری رو به میدان بیاریم، چون رژیم همونو نمیتونه زندان کنه، همونو نمیتونه ببره عرض کنم که اعدام کنه از کار برقرار کنه. برای این کار پس تو باید انگشت بگذاری روی مطالبه واقعی و روزانه هر کارگر تک تک در هر کارخانه، در هر محله، در هر کوچه، در هر خانه، چه در میان کار و زندگیش، چه در میان کارش، در درون خانهش ببری. بنابراین تعیین حداقل این اهمیت کلیدی رو داره. به هیچ وجه حرف من به پافشاری من کم ارزش کردن اهمیت وجه دیگر و کلیدی دیگر یعنی مبارزه بی امان برای سازمانیابی مستقل مزدوق بگیرن و برای تشکلهای سراسری به هیچ وجه در درجه دوم قرار دادن اون نیست. من دارم اینجا مرزبندی میکنم با کسانی که به سیاق مرغ اول بود یا تخم مرغ الان نرسیم به اون مسئله، مبارزه حداقل برای حداقل دستمزد رو موکول میکنن به صحرای محشر که اول مبارزه بکنیم برای تشکل مستقل سراسری تا در صورتی این ترا برای که کارفرما که همجوری که تقدیم نمیکنه رو سینه بذاره حقوق بده نیروی کارگر، باید نیروی کارگر به یک عضله قوی، به یک نیروی قوی برای مذاکره کردن تبدیل بشه. و اگر که طرف مذاکره که سرمایه‌دار و کارفرما و دولت باشه نپذیره، اعتصاب در خیابان، جنبش خیابانی، خوابوندن کار در محل کار، حالا کارخونه میخواد بشه، محل در بنگاه کوچک میخواد بشه یا بزرگ باشه، خوابوندن اون کارفرما رو تهدید کنه، به اون وسیله است که این میتونه در این مذاکرات امتیاز بگیره. اما این یک حقیقته. برای این قضیه همکنون بخش بزرگی از فعالین کارگری ما مبارزه کردند، جان دادند
و هم اکنون در زندان هستند از نوع بهنام ابراهیم زاده ها. همانتون تهدید شدن به زندان و زندانی معلق دارن، مثل محمود صالحی، مثل رضا شهابی، مثل آشکان جعفر عظیم زاده و دیگران، اسماعیل عبدی دیگران کار دارن. منظور اینه که دارن برای تشکل یابی و مبارزه با انگ امنیتی کردن، مبارزه کارگری داره فعالیت طبقی کردن، هزینه میگند. پس اینا در تعارض همدیگر نیست، در تقابل. اما یک چیز گنده ای این وسط هست که اینجا حرکت حتی فعالین کارگری را هم فلج میکنه. من اگر شما پرسشی دارید بفرمایید، فکر من این بحث باز کنم. نه من خواستم یکی، چون دیدگاه های دو سه دیدگاه وجود داره برای حداقل دستمزد، نحوه برخورد با اون، نحوه سازماندهی، خواستم اینو مقدار بیشتر جنبش کنم، اونو بشکافید تا بعد به سوالات بعدی هم بسیار. دقیقاً من همین دکتر گفتم، شاید شما این نکته دیگری داشتید که من از قلم انداختم. دقیقاً اینو ببینید، اینجا سه چهار تا حوزه بحث را افتاده، دقیقاً هم در داخل هم در خارج. یکی از حوزه بحث که کلیدی بود این است که گرایش های بکن اصلا دعوا بر سر حد عقل دستمزد بی خوده، چه طبقه کارگر متشکل نشه، اینو به سرهای محشر حواله کن. این یه بخشه. یک بخشی چسبیدن به این که به اون دروغ سرمایه‌دارانه در کشورهای استبدادی مثل ایران، نه در کشورهای متروپول که حساب کتاب نسبی داره. وقتی که میگه نرخ تورم، نرخ تورمش حساب کتاب داره. ورداشته میگه که در تقلید کورکورانه و نادانسته از سیستم دفاع مطالبات کارگری در غرب، اینجا آمده است میگه که انتباهش به شما حق تورم، نرخ تورم. آخه نرخ تورم در کشور ایران که بخش بزرگش رو سپاه، پاسداران و بسیج و این تولیت آستان قدس رضوی مشهد و شهید و این آدم خاران و رعایت الله و آزاده های اونها در چنبره دارند و میلیارد میلیارد میزنن به رگ و اصلا صرفش هم نمی کنن. مگر بانک مرکزی قادر از دل اون آنارشی آگاهانه و غارت سازمان یافته نرخ تورم در بیاره؟ مگه یعنی نرخ تورم اینها ساختگیست؟ نرخ تورم رو یک رقمی میکنند، چون کسی نیست حساب کتاب بپرسه، تا متناسبان دستمزد بزنن سر مالش. به همین دلیل امسال جامعه گفت که بانک مرکزی گفت 8 و ما بگید 6.5% است نرخ تورم. خب دولت بزرگوار هم لطف کردند 14.5% حقوق کارگران را اضافه کردند، شد از 2.3 تا. این یک حقبازی آشکار و فریبکاری آشکاره که البته خوشحالم که بگم که در لاغر در یکی دو سال گذشته بخش بزرگی از حتی فاعل کارگری دیگر اون توهم را ندارن و اون توهم را ایجاد نمی کنن که بگم که تصاوی افتایش دست و مساوی و حق تورم. نقطه دیگر میماند سبد هزینه. این بند 41 قانون کار که یک دامچاله است برای هم حتی فعالین طبقه کارگر ایران و بخش های از نیروهای سیاسی و چپ ایرانی، یک دامچاله است. بند 2ش این است که سبد هزینه را روشن کنیم. از یک خانوار 3.5 میشه بگیر 3.5 اینجور چیزا، یک خانوار 3.5 تا 4 نفره سبد هزینه شده که امسال مثلا فقط برای اینکه فکرمو حرفمو صریح و روشن و قابل استنباط زده باشه رو که بگم کنم 2,480,000 تومان اعلام کردن که نرخ سبد هزینه است. بعضی از دوستان دانشمندم تو گیومه بیشترم نمیخوام حرف بزنم، گفتم بله ما تحقیقات کردیم که سبد هزینه همینقدر است، در حالی که بخش های دیگری از کارگران و کارشناسی کارگری با دقت آمارهای علمی به همون علمیتی که
طرفداران 2,480,000 تا مدعی هستن بودن 4,000,000 یعنی سبد هزینه. خب حالا بند دام تا حالا گفتیم دو بند داره، یکیش چیز نرخ تورم، یکم سبد هزینه است. امسال دولت گفته 2,480,000 تا. خیلی ها اینجا و اونجا خوشخوشانش شده با این، به دام این بازی دولت افتادن و این شعار بوده که هر چند هزینه ها بیشتر است، هر چند باز هم ما 4 برابر زیر خط فقر خواهد بود امکان قدرت خرید ما، اما خب 2,480,000 تا مثلا زمزمه اش بود که مخالفتی نشود. جمهوری اسلامی محمد گفت یه حرف ها چی هست؟ نرخ تورم از 8.6 2 برابرش میکنم، به شما تقدیم میکنم، بفرمایید اینم 100 خردی تومن و بشه بعد 930,000 تومن. و بنابراین خود این اصل 41 که هر چند به لحاظ عینی کردن شرایط زندگی کارگران برای توده عظیم کارگران مهم هست که این رژیم به ادعای خودش هم وفادار نیست، به لحاظ تبلیغی کارکرد معینی میتونه داشته باشه ولی حقیقت زندگی کارگران نیست. تو میتونی بگی مردمان این رژیم جمهوری اسلامی سرمایه‌دار که مدعی است به قول عوامل خودش دستساز خودش 2,480,000 تا هزینه است، به ما داره 930 تا میده، یه حتی به قول خودش هم وفادار نیست. خب این در حد یک تبلیغ و نشان دادن چهره غارتگرانه این رژیم یه حد و جای معینی داره. من مطلقا اینو ضرب در نمیذارم ولی چسبیدن به این را دامچاله میتونم. چرا بایستی طبقه کارگر از قاعده بازی رژیم حرکت کنه تا نان نرخش داره؟ اینجا خب اضافه کنم یک مشکل دیگری رو که باز برخی از دانشمندان و محققین چپ با حسن نیت حرف عجق وجق عجیب غریبی میزنن که رقم رو بالا نبریم چون رشد تولید ناخالص ملی ایران بر اساس تعریب ها چه و چه ها فلان قدر است، بنابراین بهمان رقمی که کارگران درخواست میکنن رویایی است، واقعی نیست. چطور در مقابل آن که به دروغ آشکار هیئت حاکمه سرمایه دار نرخ تورم را 8.6 اعلام میکنه و با توجه به اینکه روز به روز مواد غذایی اولیه مثل گوشت اینا سرسام‌آور داره گران میشه، حالا دارو من نمیخوام وقت بگیرم، من اینجا یه انبوهی از ارقام دارو و مواد غذایی را دارم که رشدشون اصلا سرسام‌آوره و روز به روز لحظه ایست، امروز میری فردا عوض میشه، نه که 365 روز بعد عوض بشه، همین فردا عوض میشه. در این چنین چیزی او میتواند با حد اکثر اغراق برای اینکه ببنده دهانه اضافه حقوق رو بیاره رو میز بذاره، طبقه کارگر نمیتونه با این غارت عمومی و آشکاری که هیئت حاکمه از ثروت‌های به اصطلاح زیر زمینی اینجا از مال همین مردم از سفره همین مردم میزنه و ارقام عظیم نجومیش ناروشنه و ارقام عظیم نجومیش به عنوان سرقت قابل اثباته و در خود هیئت حاکمه در تعقیب قضایی میشه، چرا نمیتونه مثلا بگه من 4,000,000 3,000,000 3,500,000 5,000,000؟ چرا این را به عنوان یک عنصر فشار نیاره؟ اگر قرار است، من به این دوستان عزیز که با حسن نیت میگن، اگر قرار است چانه زنی به مذاکره منطقی داشته باشه، وقتی که ارباب غارتگر اون روبرو نشسته آشکارا جلوی چشم همه دارد ارقام رو جعل میکنه و میخواد حقوق بزنه، کارگر ممان احرام فشار که لاغل برسه به اون نقطه حداقل ارقام خودش رو پیشنهاد نکنه. چه کسی میتونه از بیشتر از نیروی کار سبد هزینه‌شو ارزیابی کنه و نرخ خرید مایحتاج عمومیشو
و تحصیل بچه هاشو. پس اگر که این 812,000 میلیون تومان 1,000 تومان ها و 930 تا تامین میکرد، این بچه های کار از کجا اومدن آخه؟ این گورخواب ها از کجا اومدن؟ این کارتون خواب ها از کجا اومدن؟ این دختران خودفروش تفرکی ها از کجا اومدن؟ این حجم عظیم معتادین از کجا اومدن؟ این بزهکاری های جفت طاق دردناک تلخ از کجا اومدند؟ اینها از سفره خالی نان برآمدند. یعنی این که این حقوقها تامین نمی کنه. نه فقط اطلاعی دادن بعد از همین ربیعی که آمد چهارشنبه همین گذشت، چهار برای ما داریم چهارشنبه چرخ بزنیم، چهار روز سوم فروردین داریم هم بزنیم، چهارشنبه گذشت صبح اول وقت آمد، مثلا 6 صبح 7 صبح 5 صبح نمیدونم که این ساعت اول ساعت گفت بره، بعد از 48 ساعت نشستیم 2 روز نخوابیدیم سر رو زهرمار کردیم شده 930,000 تا 14.5% اضافه کردیم، این هم حقوق شما. خب این حقوق رو با آگاهی نداره که قادر نیست به مثلا زیر خط مطلق تورم نیروی زیر خط مطلق رو فقر رو ببخشید زیر خط فقر مطلق رو در واقع حتی تامین نمیکنه، آگاهی نداره، رژیم داره. خط مطلق فقط بیش از 2 میلیونه دقیق خودشون نسبی 3.5 میلیون اساسا ارزیابی کردن 4 میلیون خط مطلق فقر. چراییش هم در اجزایی هست، من بازم الان فرصت آمار ریاضی نداریم، داریم اسناد هست و البته حرف شبای زدن یکی از بدیهاش این است که نمیشه ارقام رو زیر نویس کرد فلان کرد که مخاطب آدم وقتش هم گرفته نشه، ولی ارقام بالاتر از این حرف هست. یعنی نه تو بنابرای این سبد هزینه، سبد هزینه واقعی 2,480,000 نیست و این آمده 50% اون سبد هزینه رو هم زده. خود نیروی کار در همین ماهای دو ماه پیش با جزئیات گفتن این فقط زندگی 10 روز ما رو تامین میکنه، این 812 تا اجاره خونه و پجاره خونه بذاره کنار، این فقط زندگی بخوری خورد خوراک در 20 روز دیگر رو مجبورن. چه معناش چیه این کار؟ خودش، پسرش، دخترش، همسرش، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، باید همه کار کنه، از بارکشی تو چی میگه همین کودکان کار، همه اینا مدرسه رو بر کنن، درس بر کنن، همه کار کنن تا سیب زمینی و احیانا هر از گاهی گوشت و تخم و مرغ به سفره بیارن. البته اگر بتونن اجاره خونه بدن، اگر بتونن بدن، یعنی ما نیروی کار ما در کشور 80 میلیونی که بر دریایی از نفت و گاز نشسته و بشکه داره غارت میشه، سفریش نهار روزان شام نهار روزانش تامین نیست. خب پس بنابراین یک نیروی میگه که بگذاریم که با این تقاضای افزایش دستمزد ما با قدرت پرداخت کارفرما انتباه داشته باشه. اصلا به نیروی کار چه ربطی داره؟ اگر واقعا در یک ظرف واقعی در یک نمودار قابل اثبات علمی در یک مناسبات سرمایه‌داری کلاسیک که اونجا هم نیست، همینجا تو فرانسه ما میبینیم همشون دزدند، از سوسیالیست ها راستش سهربارش بچه 16 سالشی میبره 4 ساعت به شغل بده داکی جد چند میلیون کارگر بیکار هست، شام شب نداره. بگذاریم از این قضایا، تازه این کشور متروپول سرمایه‌داری شه. اگر اینها بود میشد در مورد او تمهیداتی اندیشید، ولی وقتی که ما قطعا میدانیم همه آمار اقتصادی در حوزه تورم و سبد هزینه سانسور شده و دروغه و از دل تولید و در انباشت سرمایه واقعا در نیامده، یعنی شما باید بگید که اینقدر خریدم، اونقدر فروختم، اینقدر به روی کار کردم، اینقدر انباشت کردم، این اصلا رقم واقعی وجود نداره، جز فریبکاری و جعل رقم هیچی نداره و هر از گاهی از طریق درگیری های سیاسی جناها این سرقت های عظیم در میاد که خودشون هم فهمی کنن چطور توضیح بکنن مقابل در یک همچین فضایی. بنابراین چسبیدن به این قضیه که برای دولت بورژوای سرمایه‌دار امکان این پرداخت این رقم مثلا نیست،
دومین نکته گیر دیگر این است که حالا یه طرف از اون بر افتادم، میگن تا ما چون فلان جریانی فلان گرایشی رقم تعیین که میکنیم، اگر همه زیر پرچم این رقم نیاد رفرمیست. اینم یک بخش دیگر از آبلو برگون این قصه است. یعنی موانع مبارزه برای حداقل دستمزد فقط اون خام اندیشان یا در واقع بخشی از کارگزاران با مزد یا بی مزد بورژوازی نیستند. بخشی که با نادانسته با حسنیت در خدمت طبقه کارگر میخوان کار کنن اشتباه میکنن، اونا نیستند. یه دیگه میگن حد تا ما این پرچم را این وسط نکاریم، همه زیرش سینه نزنند، پس همه رفرم نیستن. همین الان فرض بود که دعوا توی این گروه ها پارسال یک نقطه قوتی وجود داشت که من نسبت فردی و سازمانم که من توش عضوشم راه کارگر ما هستیم، از اونجایی که اکثریت تشکل‌های کارگری روی رقم 3.5 میلیون ایستاده بودند، ما به او تاکید کردیم از زاویه اینکه کارگران دارن از زندگیشون دفاع میکنند و این رژیم سرمایه‌دار با غارتی که میکنه یک بخش کوچک از 4% بیخور بیشتر بده، اینه با یک احرام فشار بیاریم به صحنه. امسال متاسفانه همون تشکل‌های کارگری قادر نشدند اون هماهنگی و اتحاد خودشون رو نگه دارند، تک تک شدند. این من یاد میاد رفیق میشه شواب 3 سال میخوره به ما در همون آستانه انقلاب 60، اینکه کارگران ما تک تک کردیم، کارگر پیشگام اتحاد کارگران که مال ما را کارگری ها بود، کارگر پیشگام، کارگر مبارز، کارگر فلان، پیکارگر، طبقه کارگر را تکه تکه کردیم و گرایش و تحلیل خودمان را مرکز منافع طبقه کارگر دونستیم، بقیه را یا رفرمیست یا اکونومیست یا آنارشیست زدیم دو سرشون و تکه تکه کردیم اراده مشترک طبقه کارگر را که بایستی مستقل از این دایه ها در مقابل نظام سرمایه داری و اون کوته اون بیسته رو فلج کردیم. من دارم صداهای در این چند ساله احساسی که اصلا آمدم این مصاحبه رو هم بکنم، من به طور صمیمانه بگم کارشناس اخص کارگری خودم رو نمیدونم، ولی احساس میکنم که واقعا داریم میریم باز به اون ورطه هولناک فرقه گرایی رو تعمیق میکنیم. به محض اینکه دشمن یه ذره ما کنار میزنیم فضا باز میشه، بلافاصله همه میگن انا شریک و اون وسط اون اراده رو تکه تکه میکنن و متاسفانه امسال اون اراده منسجم نتونسته به شکل انسجام پارسال حضور پیدا کنه در مقابل سرمایه‌دار که هیچ. الان همدیگر را به اینکه همدستی میکنن یا سازش میکنن با رژیم که تو چرا به بند 42 هزینه چسبیدی، چرا به رقم 4 میلیون نچسبیدی، اون یکی و هر کدام از زاویه‌ای مطرح میکنن و اون اراده مشترکی رو که باید به عنوان یک اهرم قدرت، باید زبان مشترک حداقل در حداقل دستمزد در مقابل سرمایه‌دار بسرو فلج میکنن. یعنی ما داریم یک بار دیگر تجربه بسیار منفی فرقه گرایی و سکتریزم دوره سال 56 57 58 تا 60 رو که به تکه تکه شدن اراده طبقه کارگر منجر شد دوباره در داخل میکنیم، هم در داخل کار میکنیم هم در خارج نقش تحریک کننده و این فکاک رو این جدا سری ها رو به وجود میاریم. بعد هر کسی یک شعار برای خودش میکنه پرنسیب، انگار اگر نگی 4 میلیون کف گفتی، انگار اگر بگی 4 میلیون بازم کف گفتی. یک هم‌آوازی در یک حد منطقی و پذیرش راه های مختلف برای مبارزه با این رژیم از طریق این نیروی چپ، فعالین کارگری، آنها که در صحنه هستند واقعا وجود نیامده. یکی از بازی های دیگر هم همینجاست. الان روی این قضیه دارن
اصل تلفیق کار مخفی و علنی رو میذارید زیر سوال میبرن. همه کارگرا باشه علنی باشن، حرف بی ربطی است. آدم خار اونجاست و میزنه، البته بگی هزینه میپذیرم باشه، ولی چرا آخر همینجوری کیلویی؟ اون رژیم دشمن تو که قدرت در دستشه، اون تخت خواب دموکراسی معروف تو شمشیر داره، اون خودش هم کار مخفی میکنه هم کار علنی. خب تو طبقه کارگر مگر میتونه بدونه تلفیق کار مخفی علنی به بسیج سازمان یافته تو دهی حرکت کنه، به این فضا دست پیدا کنه و در واقع اراده مشترک سرمایه‌دار رو با اراده مشترک خودش بشکنه؟ طبیعی است که کار مخفی جای خودش داره، کار نیمه علنی جای خودش داره و البته بخش بزرگی از مبارزه صرفی علنی است، اونم جای خودش داره. دقیقه، درسته، نمیشه در پستوی خانه با نقاب به صورت به میدان آمد و مبارزه کرد، ولی برای سازماندهی همین نیرویی که باید به خیابان آمد در مقابل سرنیزه و سرکوب زندان رژیم، همه که طاقت زندان ندارن، همه کارگران آماده نیستن هزینه زندان کشیدن بیکاری کشیده رو فعلا بدن. اون در یک برآمد انقلابی است که اکثریت نیروی کار زحمت به هر قیمت میخواد نظام رو مثل سیل خروشان در هم بشکنه. ما در اون شرایط نیستیم. وقتی در اون شرایط نیستیم ما نمیتونیم از همه بگیم بیایید شما حد اکثر هزینه رو بدید، بنابراین همه نمیتونن علنی بشن. نکته آخر بفرمایید. چون رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران میگه اگه دستمزد بره بالا هزینه تولید میره بالا، خواستم توضیح راجع به این بدید. یه مسئله، چون مثلا 2552 میلیارد تومان برای نهادهای مذهبی و حوزه علمی خرج میکنه، بعد الان یه توضیح راجع به دستمزد کارگر، یه توضیح راجع به این لشکر عظیم بیکارا بدید که چون همون مثل شمشیر چیز بگو. آره. این همه توضیح برای ببینید، اولا که اونو من توی بخشی سعی کردم بزنم که ارقام بیارم به روشنی بگم که این ادعای رژیم دروغه، چون شما با هیچ داده واقعی و عینی و نموداری از طرف دستاندرکاران اقتصادی رژیم ببخشید رو در روبرو بیطرف روبرو نیستی تا بر اساس او ارزیابی کنی که بالا بردن حقوق تورم رو بالا میبره. تورم از یه جای دیگه داره بالا میره. یک ببخشید. دومین نکته گفتید چی بود؟ لشکر از این بیکارایی که داره این شمشیر، اصلا این اتفاقی که همین الان داره در اینجا در اروپایی که ما در تبعیدیم اتفاق میفته است. به 200 میلیون نیروی کار اروپایی میگن در جلسات مذاکره نکنید، تسلیم بشید، سرتون رو بیارید پایین، افزایش حقوق درخواست نکنید، چون ما رو زیر کارخونه دار آمریکا و صاحبان کارخونه که در هیئت حاکمه هستن حرف بزنید میریم بنگلادش، حرف بزنید میریم جنوب شرقی آسیا، با ساعتی 1 یورو جنس تولید میکنیم. از اون ور فاشیسم پا گرفته مثل ماری لوپن، مثل ترامپ و اینا، میگم ببینید کارگرا این خارجی ها هستن که حقوق شما رو میگیرن، ولی این مکانیزم حقیقت ذره ای از توش حقیقت وجود نداره. رفتن به جنوب شرقی آسیا به خاطر انباشت سرمایه و به دست آوردن کارگر ارزانه. غارت. غارت آشکار و به بردگی کشیدن آشکار اینه. نه ای که 4 تا خارجی میان اینجا کار میکنن. تازه همین فرانسه که ما داریم زندگی میکنیم بعد از جنگ و آلمان و تمام این کشورهایی که در جنگ با فاشیست ها بودی بودن تکه تکه شدن. تمام با دست توانای کارگران الجزایری و جنوب شمال آفریقا و خود آفریقا آمدن اینجا درست کردن. این کشور دوباره بازسازی شد به دست سفید پوستان فرانسوی نبود فقط. توجه میکنید؟ و اینا این حقیقت رو میدونن اینا. حالا بگن دیگه احتیاج نداریم بری تازه بکنن چیکار دارن میکنن؟ همین الان در این کشورهای متروپول بخش بزرگی از کارگران و فرزندان کارگر رو به حاشیه شهرها راندن و گتو درست کردند. بزهکاری ها تمام از گتوها در میاد.
توجه میکنید؟ این اون نکته کلیدی بسیار مهمه. سیاست رژیم چه است؟ سیاست رژیم این است که کار ارز کارگر ارزان میخواد. ته 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 همه سیاست رژیم این است که کارگر ارزان رو قانونی کنه و نیروی کار میلیونی رو متقاعد کنه که کار ارزان رو بپذیرند برای که نمیرند، تا به این طریق سرمایه گذاری خارجی را جلب کنه. چه دیگه نید شما لطفا بنگلادش و سریلانکا و ویتنام، ایران هم یکی از اونجا هست، بفرمایید اینجا هم سرمایه گذاری بذارید، که البته نه در سرمایه گذاری ساخت زیر ساختی که سرمایه مصرفی بگذارید که اون چهار تا و نصفی تولید داخلی را هم متلاشی کنید، مثل برنج، مثل بخه، بسیاری از نرخ‌های دیگری که داغون کردن از اونجا آوردن با کیفیت حتی بدتر، با قیمت بیشتر گرانتر، با شاموتی بازی رو جابجا کردن که اونم جای بحثش اینجا نیست. حاشیه داشتم میگفتم. بنابراین من حرفمو اگر بخوام جمع جور کنم، و تازه این یک نکته ارزان سازی فقط با تغییر حداقل دستمزد که نیست. شما تصورش رو بکنید. مالیات ها در سال گذشته کارگران رو شلاق زدند. همین الان جلوی من یک اعلامیه است مال این نهادهای کارگری یه خارج کشور دادن. نوشتن که در برابر صدور شلاق برای محمد حسین تشکری کارگر مادر بافقی است سکوت نکنیم، وایستیم. یعنی کارگر در این مملکت به شلاق به جرم تقاضای حقوق موفقش محکوم میشه در دستگاه قضایی به شلاق، ولی شهردار تهران که زمین ها و ویلا ها را به سمن بخص میبخشه به اطرافیانش در مجلس اسلامی که اکثریت اصلاح طلبان آدم پر کردن اونجا، میگن تفحص تحقیق و تفحص شهرداری رو رد کردن، اجازه نمیدن. یعنی شما در یک قساوت غارتگرانه طرف هستید که جز شمشیر زدن راه حلی برای خودش نداره، و درست در این شرایطی که طبقه کارگر واقعا اومده وایساده، هی میگن که مطالباتی سیاسی نیست. آقا چطور در این فضا این جنبش سیاسی نیست؟ در 19 اسفند حضور من شنیدم که 10,000 تا هستن، نمیدونم چقدر هستن، رقم نمیدم، ولی در شهرهای بزرگ سراسر ایران معلمان و معلمان بازنشسته در حضور پیدا کردن برای تامین حقوقشون و حتی در اونجا شعارهای فراتر از حقوقشون دادن، معناش چیه؟ یک راه وجود داره. من اگر حرف ها هم جمع بندی کنم، نمیدونم وقت دارم چقدر وقت دارم، ما حدود 3-4 دقیقه دیگه هنوز یک راه وجود داره. و برای من سرتای قضیه این آخر سر اولش پرچانگی کردم مثل همیشه، سرتای قضیه آخرش یک راه وجود داره، اون در واقع یک مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد در تناقض برای با مبارزه برای ایجاد تشکل‌های مستقل سراسری نیست. هیچ کدام معطوف به آن یکی نیست. همزمان هر جا و به هر شکل که هر شرایطی لازم وجود اومد ما باید اقدام کنیم. دو، مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد امر تشریفاتی سالانه نیست تا در دستگاه رژیم بازی کنیم. هر روز باید براش مبارزه کنیم. نه فقط کارگر، ما هم باید برنامه برای همین تلویزیون برابری 20 بار در سال داشته باشیم، نه یک بار در آخر سر و یه اعلامی هم بدیم و وظیفه خودمون تمام بشه. البته هرچند تلویزیون برابری وجدانن روی چیزهای کارگری کار ولی بر هم تعیین حداقل دستمزد رو دارن کن. با هم دیگر سیمینار بذاریم، مبارزه نظری خلاق بکنیم، بهترین راههایی که ممکن است، بهترین تاکتیکایی که ممکن است رو به دست بیاریم، نه با انگ زدن با هم دیگر و تخریب هم دیگر و متهم تخریب هم دیگر اراده مشترک خودمون رو فلج کنیم. ایران هم در مورد خارج میگم و به ویژه در مورد داخل میگم که اینجا و اونجا تحت تاثیر گرایش های خارج هم هستند. این خیلی روشن میگم، ما باید با هم جلسات بحث بذاریم، نه اعلامی های تخریبی علیه هم نگه بدیم. دو، سه، در این قضیه این حقیقته که هر قدر اتحاد مزد حقوق بگیران
چشمانداز و جلوه های امیدوار کننده و درخشان شما در سال 95 در ایران دیدیم. نیروی مزدوق بگیران اگر در اشکال مختلف به بهانه های مختلف به زبان های مختلف با همدیگر تنیده نشند، به یک قدرت بزرگ تبدیل نشند، رژیم سرکوب سعی می کند هم از طریق کارگران و دستمزد بگیرهای دست سازش عوامل اصلاح طلبش، اما تو جنبش معلمان هستند عوامل طرفدار اصلاح طلب و حسن روحانی، بایستی خودش را از این سموماتی که با پرچم دفاع از کارگری، دفاع از معلمان، دفاع از پرستاران در درون این جنبش عظیم وارد میکنن، ولی در عمل منافع این گرایش یا اون گرایش حاکمیت رو در واقع تعقیب میکنن، در مجموع وظیفشون خاک پاشیدن در چشم این روی کار زحمته، باید این سمومات از جنبش بزرگ پاک بشه و این جنبش باید ظرفیتهای به هم نزدیکتر شدنش رو تجربه کنه. هیچگاه من اون صحنه زیبایی رو که در زندان شاهرخ زمانی با رسول وداقی دوتا چنگشون رو بالا گرفتن از توی زندان و اتحاد کارگران و معلمان رو اعلان کردن از یادم نمیره. اون یک چه بگم گام برجسته تاریخی بود. یاد شاهرخ جان زمانی هماره زنده و بیداره، رسول وداقی همه الان زیر تهدید زندانی تعلیقی هستش، ولی این گام گامی است که میتوانه بستری باشه برای مقابله با این رژیم. نکته ای که بیجم من از قلم انداختم و باید اینجا بگم، این دعوای تعیین حداقل دستمزد البته در مورد کارگران شاغله، بسیاری از زنان کارگران خانگی، زنان خانه‌دار، کارگران بیکار، کارگرانی که از اینا چک گرفته میشه که سر کار بشن اگر حقوقشون رو پایین میگیرن، در قرارداد حقوق بالا میذارن ولی از اونها چکی کاغذی سندی گرفته میشه که در عمل پایین تر از اون حقوق در قرارداد امضا کردن میدن که اگر کارگر شکایت کنه اون چکه رو میذارن به حساب. در واقع هزار ترفند حیوانی ضد انسانی، کارگر ستیزانه و انسان ستیزانه سرمایه‌دار ایران به کار میبره بر هرم این قضیه، این در واقع شکل دستمزده. بنابراین یک جمله بگم و تمام بکنم، لاوتی بزرگ گفته، من نگفتم، چاره رنج بران وحدت و تشکیلات است. موفق باشید. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه قرار بگیره و با سپاس از شما که بیننده تلویزیون بودید و با تشکر از شما رفیقان که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. شب و روزگارتون خوش باد. ممنونم و درود بر شما.
حرکت نه